صبح خیلی ناصر اولی آفتاب رفت عراج. توی فری؟ طوری شده؟ نه ها؟ من رادیو رو آوردم تو باش بسخونه چیز کردم ورزش کردم که شما بیدار نشی. آخه این وقت صبح لباس ورزشی چیه؟ میدونی؟ وقتی از خواب بلند شدم آره وقتی دیدم ناصر رفته بعد دوری افتادم تو فیچ. چرا؟ فیچی اون موقع که ناصر تو زندون بود آمانا شما هم تنها بودیم. فیچی الان که دیدم هر دو تایمون آسه 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 داریم پیر میشیم. یک دور از اون تو دهنت باشه بد نیست. من پیر نشدم. نه خانم بالاخره پیری هم یه قسمتی از زندگیه. برای اونم باید یه فکر بکنی. اونم برای ما که ثمره زندگیمون بعد از یه ازدواجی ناموفق نیست که میبینی. مرد انصاف داشته باش، ازدواج اولش اونقدر ناموفق نبود. حواست کجاست؟ منظورم ازدواجی دومشه. خب ما ناصر رو داریم، قصه نخور. بله بله درسته، ناصر پسر خوبیه، ناصر خوب میشناسه، دست پرورده و تربیت شده خودمه. بله از جنمش مطمئنم. بله اما باید ما به فکر خودمونم باشیم، از خودمونم غافل نشیم. آره زن. حالا این چیه سر صبحی میخوای بخوری؟ حالا برات میگم سرفون بخورم حال بیا. جوشون ده هفت جیاهز میگن که برای سلامتی و شادابی و جوونی پوست خیلی عالی هست. خوبه خوبه، دنیا پرستی اینقدر خوب نیستا. اصلا ربطی به دنیا پرستی و دنیا دوستی نداره که. آدم پیرم که میشه ده باید خوب پیر بشه، پیری خوش جل باشه. آهان خیلی خوب، پاش برو بود نون بگیر بیار برای صابونه نون نداره. چش میگم ها، تا من میرم و برمیگردم شما برو سر یخچال نیما و اینا ببین اگه اصل دارم برده بیا یه صابونه مقوی باشه. میگم ها محبوبه، یه انگشت من نگاه کن ببین. راست میگه آدم وقتی پیر میشه کم هوش و حواس میشه. از صبح تا حالا چه از خواب بیدار شدم نمیدونم کجا را انگشت زدم که نوک انگشتم جوهریه. نمیدونی خودتو؟ خب ایشون خودشون کجا تشریف دارن؟ کی؟ همین آقای فرید افشار. آها بله، ایشون به علت کهولت سن نتونستن تشریف بیارن، ولی خب ما پدر پسریم با هم نداریم کنیم. البته برای گرفتن وام حضور ضامن لازمه، اما برای افراد درجه یک میشه یه مقداری اغماز کرد. اگه پدر و پسر بخوان سر یه همچین مبلغی اونم وام سر هم کلاه بذارن که از اون مسائل محیرالعقول پیش میاد. جانم چی؟ میشه یه بار دیگه تکرار کنم؟ محیرالعقول. محیرالعقول. یه چند لحظه اجازه بدین من این اطلاعات رو وارد کامپیوتر کنم. متاسفانه ایشون نمیتونن ضمانت شما رو بکنن. ده واسه چی؟ برای اینکه ایشون چند ماه پیش از وام صندوق استفاده کردن و اقساطشون هنوز پرداخت نشده. قاعدتا کسی که خودش به صندوق مقروزه نمیتونه ضامن کسی دیگه ای بشه. ولی این امکان نداره، حتما اسمشون شبیه همه. نخیر اجازه بدین ببینید این کپی شناسنامه‌ش، این اقساط پرداختیشون، اینم سفته های زمان. درسته؟ بله. شما هم تا زمانی که اقساط ایشون پرداخت نشه نمیتونین وام بگیرین. یعنی چی؟ واسه چی؟ مگه نگفتی ضامن بیارم دیگه تموم کار؟ شما نگفته بودین که ضامن یکی از مشتریای صندوق شدین؟ من؟ بله. این اثر انگشت و امضا مگه مال شما نیست؟ بله بله اصلا یادم نبود. اینو بهش میگن محیرالعقول. جان همین. نازنین تو یک بزرگ اندیشی، پس فکرهای بزرگ در سرت بپروران. نازنین تو توانایی زیادی برای انجام موفقیت آمیز کارها داری،
پس در سطح عالی کار کن. نازنین، تو شایسته بهترین ها هستی، پس بهترین ها را خواهی داشت. نازنین، تو ظاهر جذابی داری و احساس دلگرمی میکنی، پس همانطور بمان. مادر جو، شما کی اومدی؟ الان اومدم، نخواستم مزاحمت بشم. دیدم داری نوار جوک گوش میکنی. ببینم مادر، مگه تو دوا درمون نشدی؟ هنوزم مثل این که افسردگی داری. آره نه، من افسرده نیستم. چیزی که تو نوار میگه تو نمیخندی. نازنین، تو ظاهر جذابی داری و احساس دلگرمی میکنی. اینا خنده دار نیست، اینا باورایی که من دارم تو خودم شکل میدم. اوه ببخشید، خیلی خیلی معذرت میخوام که مزاحم این شکل گیری باورات شدم. ببخشید. راستی نازنین جان، یه دکتر پوست خوب سراغ نداری؟ دکتر پوست خوب برای چی میخوام؟ برای فرزانه دوستم میخوام، میگه این ماسکای میوه ای خیلی برای پوست خوبه. فرزانه خانم، اون که دیگه الان صدای کلنگ قبرش میاد. بله مادر، میگم میخواین دکتر پوست خودم بهتون معرفی کنم؟ گفتم یه دکتر خوب. این دفتر تلفن قدیمی نیما رو ندیدی؟ نمیدونم، باید همین جا باشه. بگرد پیداش کن. دکتر پوست کتی خیلی خوب بود، اونو برای من شمارش پیدا کن. یادت نره ها. ای کی بودی؟ ناسه؟ توی بابا؟ خانم شمایی؟ دست به بزار و سر رو بیا بریم، اون بردا یه گوله حرومت میکنم. دیم باشی شخده میشکنم. به من میگن فرید فیل کش. میگه با تو نیستم نام کار گول. سلام آقای دکتر. سلام آقای دکتر، حالش چطوره؟ به لطف خدا خطر تا حدودی رفع شده، حالش خوبه، جایی هیچ گونه نگرانی نیست. ممنونم آقای دکتر، ممنونم. البته من خودم دکترم، درک میکنم وقتی یه خبر خوب رو به خانواده بیمار میدید چه حسی پیدا میکنید. به به، چه عالی. پس شما از همکاران جراح هستید؟ نه خیر، من روانشناسم. در هر صورت تا آزمایشات نهایی انجام نشه من نمیتونم نظر قطعی بدم. فعلا با اجازه. خواهش می‌کنم. دکتر، من می‌خواستم خدمتتون عرض کنم من دکتر هستم. خدایا خودت کمک کن، نذار سایش از سر من و بچه های من کم بشه. قول میدم دیگه رو حرفش حرف نزنم، دیگه دماغ و دهن و خورناس کشیدن و غذا خوردن و لباس پوشیدن جو هیچ چیزیشو مسخره نکنم. خدای نگرش داره برای ما. سلام خانم. سلام، من افشار هستم. دکتر افشار. در خدمتتون هستم آقای دکتر. ظاهرا پدر منو دیشب آوردن اینجا. یه چند لحظه اجازه بدید آقای دکتر. آقای فرید افشار. بله بله. ایشون الان در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستن. خب تا الان چه کارایی روی ایشون انجام شده؟ ایشونو با دیسپین و چسپین و همراه آریتمی آوردن اینجا. تشخیص اولیه ام آی بوده. تا الانم دوتا استرپتوکیناز به همراه هپارین گرفتن. چی؟ من نمیدونم اینو کجا گرفته. حتما همینجا گرفته، چون اصلا تو فامیل ما سابقه هپارین وجود نداره. حتما از همون دوتا آمپول چی بود؟ استریپ چیز بود که بهش زدیم. ولی به تشخیص پزشکشون آمپول استرپتوکیناز و هپارین حتما باید تزریق میشه. آها، پزشکشون تشخیص دادم. بعضی از این پزشکا. پس واکسن هپارین به ایشون زدین. میبینم که کارهای مهیل و رغولی روی ایشون انجام شده. خب الان وضعیت عمومیشون در چه؟ الان خوشبختانه خطر برطرف شده. استیبل هستن الان. استیبل؟ آقا جون با این من کجا میتونم ایشونو ببینم؟ شما حالتون خوبه آقای دکتر؟ نه، من به خاطر این مشکل پدرم که خود قاطی کرد. به حال من به عنوان یک دکتر،
به حال من به عنوان عضو کوچکی از جامعه پزشکان از شما همکاران سخت کوش علل خصوص جامعه پرستاران تقدیر و قدردانی. ممنونم. نجات جون انسان خیلی لذت بخشه. بله بله. من کاملا با نظر بخش خانم میخواستم. آقا چه خبره؟ ما نمی‌بینی بیمارستان اون بچه رو نمی‌بینی با این قدش؟ بله. نجات جون یک انسان از نظر شما که یک خانم متشخص، مهربان و دلسوز هستید جالبه، اما من براتون حاضرم همینجا شرط ببندم که اگه 100 نفر اینجا دراز به دراز بیفتن و بمیرن اینجا کسی ککش نگذره. ببخشید من به خاطر این مشکل پدرم کاملا باید مثل اینکه زیاد حرف زدم. نه خواهش میکنم. حالا میشه لطف کنید بگید استبل کجاست؟ من میخوام پدرم ببینم. ایشون الان ممنوع الملاقات هستن، بعد منتظر بمونید. بله هرچی شما بفرمید. کمک دیگه از دست من برمیاد؟ نه من همینجوری منتظرم. اتاق انتظار ته سال. ته سال. خدا رو شکر خطر رفع شده. اگر حالشون ثابت بمونه انشالله فردا منتقل میشن تو بخش. خدا رو شکر. آقا دکتر من امشب میتونم پیش بمونم؟ نه مادر جان، مریض شما تو بخش مراقبت های ویژه هستن. خب اگه قول بدم یه کناری وایسم و دست به اون دکمه ندارم چی میتونم بمونم؟ مگه تو الان دست بکشی؟ آقا دکتر مادر ممنوعه دیگه، تو اتاق مراقبت های ویژه همراه بیمار نمیتونه بمونه، درسته؟ به نظر من یکی از شما امشب باشه برای مواقع اضطراری ضرر نداره. فعلا با اجازه. بفرمایید. خدا نگهدارتون. من میمونم. من امشب یه حال محیر و لغولی دارم. یعنی منو میخوای با برادرت بفرستی خونه؟ من دیوونه میشم. مادر جان، ناصر جان، مادر وردار برو خونه. اونجا نازنین هم ازتون مراقبت میکنه. من هستم. نازنین خودش 10 نفر میخواد که ازش مراقبت کنه. منو میفرستی با نازنین؟ بابا جان، شما الان شرایط مناسب نیست مادر من. نیما جان، شما برو خونه. به قول مامان آره دیگه، شما یه مریض خونه داری دیگه. من نمیفهمم. برای اینکه نفهمی. حالا تو بیمارستان صدای منو بلند میکنه. بابا من میخوام پیشش باشم، کنارش بمونم. دلم میخواد چشم بدوزم به چشمای مهربونش، به یاد سالهایی که تو زندان بودم، به عکسش نگاه میکردم. الان پیشش بودم. راستو جان من دارم میگم که دیگه موقعی اتفاق دیگه چیزی شد که دکتر پیشش باشه بهتره. به تو چه؟ من تو دکتری. اگر همینجا احتیاج به کمک پیدا کردم این پرسنل زحمتکش پرستاران هستن کمک میگیرن. برو دیگه میگم دوانه تو. بده من برو مادر جون. بریم مادر جون. بریم از این بره، از این بره، از این بره. برو. ببین اتفاق میگم برو. مادر جون اینقدر اعصاب تو خورد نکن، ایشالا حالش خوب میشه. اینا گریه شوخه مادر. ندیدی چجوری ثمره زندگیمون به بار نشست؟ ندیدی چطوری سینه سپر کرد تو این موقعیت از پدر پیرش مراقبت کرد؟ ناصر آره دیگه، خدا رو شکر که تمام نگرانیای ما بیمورد بود. در مورد پدر؟ بابا در مورد ناصر دارم حرف میزنم. من و پدرت همش نگران بودیم، میگفتیم نکنه ناصرم یه آدم بیمسئولیتی بشه مثل تو. سلام. سلام. ایگور ناقابله، من میخواستم از زحمات این پرسنل علی خصوص شما تشکر کنم. به محض اینکه آقا جونم بفرمایید. ببخشید این خانومی که زور اینجا بودن تشریف نداره؟ شیفتشون تموم شده رفتن. اگه امری هست بفرمایید من در خدمتم. نه من فقط میخواستم از پرسنل اینجا تشکر و قدردانی بکنم. خب تشکر کنید. خواهش میکنم. من به نوبه خودم از پرسنل اینجا تشکر و قدردانی میکنم. خب فعلا. ببخشید من میتونم یه تلفن بزنم؟ موبایل که نیست. نه 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 منزل. فقط یه کوچولو یه کوتاه باشه. الو بفرمایید. نیما خودتو برسون. چشمای آقا جون داره با من حرف میزنه، انگار سراغ تو رو داره میگیره. شب کجا بیام ناصر؟ برو یه گوشه بشین هی نگاش نکن. چونه میزنی زم تو دهنتا؟ دارم بهت میگم پاشو بیا اینجا، وقت فرد رفت تو بخش من میمونم تا صبح پیشش. با اجازتون. خواهش میکنم.
سلام خانم شیرزاد. سلام. ای با سلام آقای دکتر، ببخشید من یکم گیج شدم. شما الان دارین میری یا دارین میاین؟ یعنی چه خانم؟ آخه قیافتون مثل موقعهایی که دارین تشریف میبرید. خانم شیرزاد، من دیشب نتونستم بخوابم، اصلا هم حوصله ندارم. یه نیم ساعت این تلفن ها رو وصل نکنید خانم. بله حتما. خانم شیرزاد، این کیه فرسوی تو مطبع؟ نشناختین آقای شانزدهم، لوی شانزدهم. شغلشون چیه اون وقت؟ امپراتور فرانسه. اون وقت کسی که میگه من امپراتور فرانسه هستم و به جای اینکه بفرسیم مطبع دکتر افشار، میفرسیم مطبع من؟ ای وای آقای دکتر، شما هم دیگه خیلی خودتون رو دست کم گرفتین. آقای لوی شانزدهم تشریف میارید لطفا؟ بفرمید. مردکی به نزاکت، خوشحالم که هنوز گیتین منسوخ نشده. کنتس، مطلع باشید رفتار ایشون نمیتونه نظر منو نسبت به شما عوض کنه. به پیشنهاد من فکر کنید. افراد به سوی پلیس. خانم شیرزاد، روی پیشنهادش فکر کنید. نه دیگه، وقتی دارن مرخصش میکنن چه اصراریه که اونجا بمونه. نه بابا نمیخواد، خودم اسب میام دنبالتون براتون میدارم میارم. آره گفتم نه ناصر، خداحافظ. مادر جون مژده بده. چی شده؟ بابا رو دارم مرخص میکنم. ای قربون اون دهنت برم الهی، بالاخره اون یار سفر کرده باز آید. باشم باشم برم یه فسنجون چیزی براش. نه مادر جون بشین، غذای سنگین و چرب براش ضرر داره، هوای آلوده براش مضر. اینا رو شما بهتر از ما میدونید که مادر جون. من از کجا بدونم مادر؟ من که تا حالا مریضداری نکردم. همین بابا تا پاشو رو سنگ میذاشت، سنگ آب میشد. نمیدونی که دارین شما پدر جون رو میگی؟ آره پس کیو میگم؟ نیما جان میخوام برا باباتون سنگ تموم بذارین. شما نمیدونی این مرد هیچ چیزی رو برا خودش نخواست، هر چی که بود برا تو و ناصری میخواست، فقط شما دو. بله دست ده بچش. بابا میوه نمیدی؟ نه بابا جون، این میوه مال خودم است، خودم میخوام بخورم. بابا جون من چی برام میدین؟ من نفهمیدی ببینیم چی گفتم؟ گفتم این میوه مال خودم است، به شما نمیرسه. عوضش یه کار جمع کنم بابا، این کتا شلوار رو میدم به تو و نیما، چون دیگه برای من کوچیک شده. اول تو بپوز، وقتی کهنه شده برای کوچیک شد اون وقت میده این نیما بپوشه. باشی. اما شرط داره. چه شرطی؟ ها شرطش نیست که درس دادن رو خوب بخونین بابا جون و به حرفی منم مادرونم گوش بدین و الا فلا. ها. بابا این کهنه رو به هم میدی؟ با تو هم نیما، کجایی؟ نیما جانم، مادر جان ببین، مادر جان شما خیلی باید مراعاتشو بکنین ها، فشار عصبی دکترو بهش گفتم مثل سم میمونه براش. باشه ایشالا جواب آزمایش تکمیلیش هم میاد و مورد خاصی نداره. میخوام وقتی که اومد و اصلا رو حرفش حرف نزنم. اونم بیچاره هیچ وقت رو حرف من حرف نمیزنه. زودتری بیاد که این ماتم کرده به گلستون تبدیل بشه. ناصر، ناصر آقا تو بذاری کفشو در بیاری. باشو باشو خدا ناصر بودی کارم شکست. ای آقا جون بقیر خودم یورده ناصر نیفته، مراقبش باش، مراقبش باش. راحت باش، شباش، شباش، شباش. بیا اینجا، بیا اینجا. نه 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 بابا اینجا نه، اینجا نه. ممکنه این کله بازی یا بیافته رو شاخش بره تو بدنم فرو بابا جون. نیما سر تخت رو بگی بذاریم اونجا. نه نه اونجا نه، اونجا ممکنه اون جار بیافته رو. اون وقتا من میخوام آچاری هم و تلویزیون هم تماشا کنم بابا. خیلی خب تخت رو میذاریم اینجا. نه چرا آقا جون؟ ده اونجا چه مبلا هست چه بابا نمیشه. حالا فعلا میذاریم مبلا رو ور میداریم دیگه آقا جون. نیما بگی ببینه. مواظب باش، یواش یواش مواظب. خوبه خوبه خوبه، آره خوبه. دست درد نکنه. آره خوبه. ایوان خب، ایوان شما چطوری خانم؟ منم حال یه مرغ عاشق دارم که تازه جفتشو پیدا کرده. آخه منم مثل مرغی هست که دوباره بلونش برگشته باشه. خیلی خب، حالا من با عزتون میرم دیگه، خدا نخیر. نخیر نخیر
هیچ کس حق نداره پاش از این خونه بذاره. ای بابا چرا آقا جون؟ ها بله ها برای این میگم که اگه یه وقت داره اون هیولا برگشت اون بهمن های این پیرزن باباتون چه خاشی تو سرمون بیرزی. آقا جون هیولا چیه؟ شما احتمالا غذا زیاد خوردی سر دلت مونده شب خواب درده به من. من چه تال شب دمیده از شوی میخوابیدم که حالا دفعه دوم هم باشه. ها شما چه نمیدونی چه یه هیولا بود گولی بیشا خودم. من تا حالا همچی چیز ندیده بودم. چشاش سرخ بود خون چشاشو گرفته بود دندونش این طوری خب آقا جون فشار نگر بخورد. آره بابا دود از دماغش و دهنش در میاد بابا. وقتی اون صورت سبزش دیدم بابا جونا بند از بندم جدا شد. آقا جون تازگی ها شما کارتون این یارو قول سبزه چی بود؟ آره چشاش امینه تو بود وزنش بود میذارم تو سردونا دری بری میکن. من با این سنم کارتون نگاه میکنم که این شره چی به این خوش دلی را با قولی به شخ آدم اشتباه بکنم. آقا جون با هم بگو بیاییم بشینیم نگاه کنیم دیگه شرک ناگولا چیده. حالا بابا اینقدر این پیرمرد بدبخت اذیتش نکنین. میخوایی بمونین میخوایم بمونین اگرم میخوایم بریم برین دیگه. آره بلش کنیم با حال خودش برین گمشین برو اصلا نمیخوام ریخت برو بسته دیگه اینجا نمیبینه آقا جون عصبانیه بودو ببینه اصلا نباشین آقا جون برو دیگه خدافز مادرشون ناسه جونم آقا جون قربون رسل قبل از رفتن اون تفنگ منو بده بغل دستم باشه که اجی یه وقت در نبودی شما اون هیولا دوباره پیدا شد یه گوله صاف بزنم وسط پیشونش. بوده بابا باری کن یا آقا جون آماده آماده دست درد نکن آقا جون. خب من آماده شلیکم آقا جون. خب گوله اجی راست بگوی الان بیا. خانم شیرزاد من امروز نمیتونم بیام باید پیش پدرم بمونم. از نظر من اشکالی نداره آقای دکتر راحت باشین. ممنون که اطلاع دادید. میدونم اشکالی نداره خانم لطفاً وقتا رو یکی دو زرب بندازید باشه. به نکته خوبی اشاره کردیم. بله ممنونم. خانم شیرزاد مگه من نگفتم هر مریضی که میاد اینجا خودشو با اسمای عجیب غریب معرفی میکنه بیمار دکتر افشاره بیمار من نیست. وا حالا منظورتون ایشونه؟ تشریف بیارید بیرون. شیرده بی نزاکت باش موافقم. من برای شما وقت میذارم الان آقای دکتر نمیتونن شما رو بپذیرن. برای اجازه بدین سه شنبه چهار بعد از ظهر خوبه؟ بله خوبه. سه شنبه چهار بعد از ظهر. بیا اینم جوشونده تخم شوید و گلگاو زبون. دست درد نکنین دعا کن حالم زودتر خوب بشه تا بتونم محبت رو جبران کنم. میگم ها شنیدم که جشوند سنبولتیف و گلگاب زبونم خیلی خوب است. آره سنبولتیف اینایی که من از صبح درست کردم آوردم برات حالا اینا رو بخور. این که تموم شد میرم اونه که هم دم میکنم برات میارم. نه آخه شما که نمیدونه خانم ریشه تموم این درد و نازورا تو اعصاب. اعصابتون چی شد آقا جون؟ باشو بریم بیرون. بابا بلش میکنه چی کار داره میکنی؟ این اعصابی بی پیرست چه من عاجز در آروم باش آقا جون آروم باش آروم باش آقا جون. من را همین گفتم اما حالا خیلی چرا این چکلی شدیم؟ آقا جون تکردی آقا جون باشو بریم بیمارستان. سب کن بریم بیمارستان. سب کن جاش بنداد جاش بنداد. باشو باشو سب کن سب کن سب کن. چی کار داری میکنی؟ آقا جون آقا جون خوب شد؟ آره 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 آروم باش قربونت برم آروم باش آروم باش. من میدونم اینا همش مالی اون سکت کوفتی هست چه پشتی دستشویی کردن. خدا میدونه چه مرضای دیگه پشتشه. اونجا که ما شنیدیم این چیزایی که تو میگی مال سکته مغزیه. حتما سکته مغزی هم کردن. سکته مغزی کردین آقا جون باشو بریم. بابا بلش کنه بابا تازه مرخصش کردن. بابا میگه سکته مغزی کردن. بابا آروم باشه اعصابشو خورد میکنه اینطوری بشین سر جون. بابا با اون هیولایی که من دیدم ها بله. هر نوع سکته که بگوی ممکن است بکنم بابا جون. اگه این دردهایی که من دارم تو تانی 15 تا مریض بریزن هر 15 تاشون باید برن بیمارستان بخوابن. به نازم اون طاقت و تحملی که تو داری مرد یواش یواش یواشه دیگه آقا جون. آره یواشه اما نبره من که بدنم صندوق چه درده بابا. آقا جون میخوای ناصر ماساژت بده؟ من خسته شدم. نه 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 بابا جون شما میگم این
تو بی خونه نمیشه از این پیرمرد مراقبت کرده، خرجتون نمیره که نمیره. نه اینکه جناب علی هم خودتو داره میکشی به خاطرش. اونجا تجهیزات بیشتری هست، میشه بهتر ازش مراقبت کرد. نه ناصر جون، تو آشیونه خود آدم خیلی بهتره، برای اینکه اینجا بیشتر به خود آدم میرسن. بله آقا. اما بابا ببین ناصر جون، این مجله رو نگاه کن، این عکس رو نگاه کن. ببین اگه بتونین یکی از این ماشینا که توی این مجله هست برام بخرین رو بیارین تو خونه، با خیلی برام خوبه. آخه آقا جون شما این دستگاه رو میخواید چیکار آخه تو خونه؟ میخوام که اگه وقت خدای نکرده زبونم لال شب و نصف شبی یه وقت قلبم درد گرفت، ناراحتی قلبی پیدا کردم، این دستگاه سوت بزنه که شما همتون بیاین بالا سرم. الهی که پیش نیاد، همیشه سایت بالا سرمون باشه، خودم کنیزیتو میکنم. نه خانم نه، خیلی واجبه، اگه این دستگاه باشه دا سوت میزنه وحشما تا زنده هم میاین بالا سرم، نه اینکه وسط شب بیدار شین بیان ببینین چه بدنی بزرگ خاندان افشار بو گرفته. بو گرفته بدن تو آنه کن میخوام ببرمش بیمارستان. آقا نازه نکرده تازه از بیمارستان مرخص شده. آقا جون خوبی؟ ول کن چی کارش داری آخه؟ ای بابا جون فقط یه خواهش دارم، اگه ممکنه یه لیوان آبی گرفروت برای هم بیار، میگن خیلی خوبه برای فشار. آخه الان فصل گرفروته. آخه میتونی علاوه بر اینکه برای فشار خون میگن خوبه، سا میگن برای تار چشم خوبه، چون چشم تازگی ها تار میبینه. میخوام که این دمی آخریه شما رو درست نگاهتون کنم که اگه یه وقت نفس آخر خواستم بکشم که این آرزوم و آخرت نیفته. من دیگه طاقت ندارم، پاشو آقا جون ببریم بیمارستان. بابا چیکار داری میکنی؟ بلش کن. یه دفعه دیگه منو بخوای خیر چش بکنی، بخوای ببری بیمارستان، یه گوله هر آقا جون. آقا جون خب خدا رو شکر جوابو فرستادن. به به چه عالی. بفرمایید آقای دکتر، اینم جواب. دوست دارم جوابو از زبون خودتون بشنوم. نفرمایید آقای دکتر، من هرگز در حضور شما چنین جسارتی نمی‌کنم. حالا شما محبت بفرمایید، من الان حالم یه خورده محیر و لوغوله. چشم. خب خوشبختانه خطر کاملا رفع شده و ایشون میتونن به زندگی عادیشون ادامه بدن. واقعا؟ بله، در حقیقت مشکل پدرتون یه آمبولی خفیف بوده. آمبولی ناز گوگولی. ببخشید من خیلی خوشحال هستم که خطر رفع شده. من گوشیمو توی ماشین جا گذاشتم، میتونم از تلفن شما استفاده کنم؟ استفاده میکنم. میگم ولی از این رفت آمد دیگه راحت میشین. چی شد؟ ترجیح میدم خبر رو حضورم به آقا جونم بدم که برق شادی رو توی چشماش ببینم. خب چه خبر؟ عرض کردم چه خبر؟ بله. کجا میشین آقا جون؟ اونجا. کجا؟ روی این کناپه. خیلی تنبلی بابا. سلام مادر جون. سلام مادر. سلام. مرد پاتو رو زمین ندار، من الان جا رو پارو کردم. اصلا نگران نباشید مادر جون، پایشون اصلا به زمین نخورده که بخواد کفششون کثیف بشه، همش رو کل بنده بودن. بعدش پدر من قرمونت برم، من شما که حواس شکار کردی رو کول بنده، لااقل یه کفشای میپوشیدی مال سوارکاری باشه، انقدر پهلوهای من درد نگیره. دهنته ببن، دهنته ببن. چشم. من اول از همه باید یه شلاق بخرم که تو اینقدر تنبلی نکنی. بفهم. بعدش هم اگه یه ذره تون ترمی دویدی یا من اون خرگوش رو چی کارش میکردم؟ مادر جون دوتا گردنه دنبال خرگوش داشتم میدویدم، آقا جون رو کوله من با تفنگ شلیکم میکرد. بعد پدر جون قربونت برم، من دکتر به شما گفته پیاده روی کن، نگفته برو شکار. که بابا جون من مثل تارزانا تو طبیعت بزرگ شدم، وقتی اون هوا به این خوبی و اون طبیعتی به این قشنگی دیدم، حواس کردم دوتا تیر بندازم،
که دستی خالی بر نگردم خونه جلو مادرت خجالت بکشم. خیلی خوب مرد، ایشالله 100 سال 150 سال عمر کنی. من از خدا فقط اینقدر عمر خواستم که به من مهلت بده من بتونم آخرین گلوله این تفنگا تو پوشونم هیولا اون معادلی فورا زره دیو شلیچ کنم که بعد از من نتوند به شما آسیبی برسه. خب حالا، خب حالا، خیلی خوب. حالا چرا معطلی؟ رخت خواب منو بنداز، کمک کنین کفشم هم در بیارم. اصلا رخت خواب نمیتونی بدازی؟ چرا؟ باید برید لباس تو عوض کنی، کفش تو عوض کنی. مهمون داریم، الان مهمون میاد برامون. مهمون چی هست؟ بابا تلفن زد کتی، گفت میخوام بیام احوال پرسی پدر جون. کتی؟ شما هم قبول کردی مادر؟ چرا قبول نکنم؟ قبول کردم. تو میخوای بی‌معرفتی زنت کمتر اینجوری به چشم بیاد داره؟ مادر واقعا چه حرفیه میزنی مادر؟ مگه دروغ میگم؟ از وقتی که بابات مریض شده همین بغل گوشمون هست اینا، یک بار اومده احوال پرسی بابا. مادر جون نازنین رعایت حال آقا جونو داره میکنه، آقا جون احتیاج به استراحت و آرامش داره. بعدش هم من فکر نمیکنم نازنین علاقه داشته باشه به صحبتهای شما و کتی خانم. اصلا من میرم خونمون. خدافظ. نازنین بجوم دیگه، زود باش. چرا میکنی از این بخورم زمین؟ بریم. اصلا من نمیفهمم ما برای چی باید بریم امشب شام بیرون، مناسبتش چیه اونم انقدر با عجله؟ اصلا لازم نیست مناسبتی داشته باشه، ما خیلی وقت شام دو نفری نرفتیم بیرون. خیلی خوب. به به، سلام نازنین خانم، حالتون چطوره؟ سلام. شنیدم پدرجون حالشون خوب نیست، اومدم عیادتش. خیلی زحمت کشیدین، خیلی لطف کردین. خواهش میکنم. جای تشریف میبردین، مزاحمتون نباشم. نه نه عزیزم، آخه نیما میخواست من شام ببره بیرون. آفرین آقای افشار، شام بیرون حتما باید دلیل مهمی داشته باشه. باشه من مزاحمتون نمیشم، خوش بگذره. میشه خواهش کنم برین کنار من بتونم رد شم؟ خیلی وقت شام بیرون نرفتیم نه؟ آره دیگه واقعا نرفتیم، رفتیم. تو میدونستی که ایشون دارن میان اینجا؟ من مامان گفته بود قراره بیاد یادت بابا، به خاطر همین. ای مگه هنوز با بابا و مامان ارتباط دارن ایشون؟ نه ارتباط که نداره، نه فقط میدونی چیه، بالاخره یه زمان اینجا زندگی میکرده دیگه. تو هم که بعدت نیومد. من بعدم چی داری میگی نازنین؟ از این بد اخلاق قرقروی متکبر واقعا راست میگی نیما؟ خب آره دیگه. آره ببین نازنین، ببین تو میتونی به این فکر بکنی که تونستی گوهر و الماس دریای نور رو از چنگ این در بیاری. خودتو لوس نکن، بیا بریم. نازنین همه ما به فراموشی در لحظه نیاز داریم، هممون. پس حالا این مغلوب شده رو فراموشش میکنیم و با هم دوتایی میریم به سمت شام مخصوص. دست درد نکنه چتی خانم، چه گلی قشنگی. تو خودت یه خرمن گل بودی، چرا زحمت کشیدی؟ اتفاقا خانم به من گفت اینجا رو یه ذره تر تمیزش کنیم، گفتم نیازی نیست. چتی که اینجا خونه خودش چسیه، باید ببخشیم. به هر حال من مریض بودم. آره یه خورده اینجا ریخته و پاشتیز. خیلی خوش اومدید. نازنین هنوزم دیر نشده، این رستوران هنوز از اون غذای مخصوص باید داشته باشه. نیما افعی اومده دم لونم و من قضا هست که الان پایین نمیره. به هر حال از من گفتم. نازنین جون خیلی خوش اومدی، را گم کردی، چه عجب از این طرف ها. منظورتون کتی خانوم هن دیگه مادر؟ نه نه منظورم نازنینه، از وقتی که بابات از بیمارستان اومده یه دفعه اومده اینجا. فو مادر جون من که همش اینجا. بهش حق بدین مادر جون، نازی جون تا چند سال دیگه بعد از مواجهه با لحظات غم انگیز من جمله بیماری دوری کنه. وای خطرناکه. نه عزیزم الان با وجود یک روانپزشک و روانشناس همه چی تحت کنترله. اتفاقا من فکر میکنم که نازنین جون حالشون خیلی خوبه، به خاطر رعایت حال پدر بودن که رفت آمد نمیکردن. هم اگه بخواین رعایت حالی منو بکنین دا یه پرتقال پوست بجین بدین به من جنوم خوش شد. نازنین پرتقال من الان براتون پوست میکنم. اصلا درد نکنم من الان براتون. نه اون اول گفتست شما یه سیب پوست بکن که بعد از پرتقال بخورم. دست درد. خب من الان براتون سیب پوست میکنم. الهی قربونتون برم مادر جون، شما هنوز این چاقوا رو دارین؟ آخه مگه میشه مادر، کادویی که تو برای من خریدی یادم بره، فدات میشم. مادر جون من که اینا رو براتون خریدم. آخه یادتونه با هم میرفتیم بازار، اینا رو با اون روبالشی با هم خریدیم، از اونها هنوز استفاده میکنی؟
من تا شب اونا رو زیر سرم نذارم و خوابم نمیبره. واسه مادر جون شما هم خیلی وقتی که دیگه بازار نمیری. آخه مادر جون کیو پیدا کنم مثل کتی که با حوصله و با سلیقه باشه. ولی نازنینم بالاخره. بفرمایید پدر جون. بفرمایید پدر جون. بفرمایید. میبینید ایمان جان براتون حتی یه تیکه بریدم. بفرمایید. درد نکنه. بذارش اینجا. انگار دکور خونم هنوز مثل قدیماست. آخه مادر عادت ندارن چه دمان خونه رو عوض کنن. انگار وصل چسبیده به زمین. آخه کتی جون کی میتونه از این طرحی که دو دادی برای خونه ما یه طرح بهتری بده؟ ها؟ مادر جون آخه شما هیچ وقت از سلیقه نازنین استفاده نکردی. راستی چه خبر عزیز دلم؟ بگو برام تعریف کن ببینم. خدا رو شکر کاربارم خیلی خوبه. آخه کسی پیدا نمیشه با مریضم ازدواج کنه یکم کارم سبک بشه. امیدوارم اون چیزی که لیاقتشو داری یا خدا نصیبت بکنه. امیدوارم. نه مادر جون خیلی هم نیما پسر خوبیه، منم واقعا بهش افتخار میکنم. خدا خوب در تخت رو به هم جور کرده. مادر جون خواهش میکنم لااقل مراعات حال بابا رو بکن. پا منو وسط نکشین دارم بی خود چش جی حرف نزین. اجازه راست میگوی از خودت دفاع. مادر جون من اصلا لازم نیست جوابی بدم، من کاملا از زندگیم راضیم و احساس خوشبختی هم میکنم. آدم های کوچیک تو دنیای کوچیک راحت ترن. اگه همه سهم من از دنیا نازنین باشه من بازم خوشبختم. اتفاقا این دفعه حرفشون درسته، چون آدم ها به اندازه لیاقتشون از دنیا سهم میبرن. اینو خوب گفتی، خلایق هرچه لایق. دستتون درد نکنه مادر جون، من دیگه باید برم. نه 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 کجا، هیچ جا نمیشه بری. تازه دارت بهمون خوش میذاره، صحبتمون گل انداخته. نه پدر جون تپش قلب گرفتم. آخه الهی بمیرم، هنوز تپش قلب داری؟ یه سر بیا مطب معاینت کنم. نه خیلی لازم نکرده، خیلی ممنون. بی با من رفتم. سب کنه بذار منم بیام دیگه. خداحافظ. یادش به خیر اون روزایی که تو با چتی مشکلاتتون رو برای ما میمدین میگفتین، من و محبوبم کمکتون کردیم برای حلش. بله یادش به خیر، همین الانم کلی کمکمون کردین. سلام زنده داشت. سلام آنسه. چی شده تو لبی؟ هیچ، رفته اونم عیدت پدر جون، سنگ روی خم کرد. قدم قلبم درد میکنه که دارم تو دهن. میخوای ببرمت بیمارستان؟ بیا بریم بیمارستان. یه بیمارستان خوب تازگی پیدا کردم. نه آقا ناصر خیلی ممنون، شما لطف دارید، من استراحت کنم خوب میشه. سلام سلام نیما جان، خوب شد اومدی. هر چی به خانومت اصرار میکنم بیا ببرمت بیمارستان میگه نه. بیمارستان واسه چی؟ اینقدر واسه من مثل این آدمای بی سواد که فقط وقتی رو به موت میشن میرن بیمارستان حرف نزن که با پشت دست میزنم تو دهنتا. ببین اصلا حوصله ندارم ناصر، تو مامان بابا آخرش منو سکته میدین. مراجعه به پزشک مخصوصا بیمارستان چیزی نیست که آدم پشت گوش بیاره. خیلی خب، حالا تو نمیخواد برای من لفظ قلم حرف بزنی، بریم نزنی. حالا میومدی یه آزمایش میدادی لااقل. ناصر بابا. جونم آقا جون، جونم در خدمتم. ناصر جون میشه ازتون خواهش کنم دیجه مهمون دعوت نکنی؟ چرا آقا جون، خیلی خوش گذشت که. بله به شما خوش گذشت، اما بابا من دو شب دو ساعت سر چمن نشستم حالم زنی سا. خیلی بهم سخت گذشت بابا جون. یه خواهشی هم ازت دارم. جونم آقا جون، میذاری بغل من به جیر کمکم کن با هم بریم تو حیات یه قدم بزنیم، من یه هوایی بخورم بابا جون. باشه. آره. راستی آقا جون، من جواب آزمایشت هم گرفتم. خب جوابش چی بود؟ آقا جون سالمه سالمه، تا دوباره کسی نرفته دنبال جواب آزمایش هر اسبی داری بتازون. بابا جون یه ذره چه مریض هستم. آره کلک، شما از منم سالم ترین. خب اگه یه ذره خونه افشار تو رگات باشه حتما حالا از من باز میخوای. آره باج؟ نه آقا جون باج یعنی چی؟ آه ولی نصف وام که از عراق گرفتی و میخوام. اجه دلم برات نمیسوختم، الان یه گوله هر اومد میکردم، اما حیف هم میاد خونه افشار رو بریزم. میدونی چرا؟ و اینکه بفهمی هیچ شس نمیتونه از من باز بسنه. باشه چشم آبا جون. قول دادی ها؟ قول دادم. مثل دفعه قبل نشه. نه نگرانه. چی شما همش داریم با هم پچ پچ میکنی؟ چه خبره؟ هیچی خانم، داشتم با ناصر درد دل میکردم، چهار تا کلمه با هم اختلاط میکردم خانم. حقیقتش بخیر داشتم بهش وصیت میکردم. آخه میدونیم بالاخره بعد از من
ناصر از چه باید از شما پرستاریان جهت رو کردتم آقا جون، انشالله صد سال سایت بارو سرمون باشه. ممنونم، میخوام حلالیت به طلب. غیر از خوبی کاری در حق ما نکردی، برای چی میخوای حلالیت به طلبی؟ نه نگو، نگو خانم، منم اشتباهاتی بزرگی تو زندگیم کردم که روشونم داره سنگینی میکنه، خب باید این اشتباهاتم رو جبران کنم. حالا اگه آرومت میکنه بگو. آره میخواستم بهت بگم، اون زمینی بود که تو عراق داشتی ها، خب اونا برای خرجی عروسی نازنین و نیما من فروختم. آره تو که برای عروسی نازنین و نیما خرجی نکردی؟ آره آخه از لحاظ زمانی عرض میکنم، یعنی اون موقع که خب پول بهشون ندادم اما بعد بهشون پول دادم. آره. آره. چرا من خبر نشدم که؟ کی چی آقا جون، چرا به ما نمیدی؟ چرا اینجوری میکنی؟ چرا اینجوری شد؟ بابا ما بدون سایه سر تو اصلا زمین میخوایم چیکار کنیم؟ قرص قلبی منو بابا بردو بیا. ای بابا چرا اینجوری شد؟ ناصر پس قرص چی شد بابا جون؟ بودو ناصر بودو بخون یه دونه بخون اینو بگی بیا آقا جون دم باز. بخور قصه نخور. سدانگی این خونه رو به نامت میکنم. سدانگی دیگه شو؟ نه همون سدانگی اولیه. مگه اونو 4 سال پیش به نامم نکردی؟ نه آخه اون موقع سند رهن بانک بود، نمیتونستم به نامت انتقال بدم که. خب وقت پولش رو چیکار کردی؟ این چرا اینجوری شد؟ تأثیر قرصاست مامان جون، قرصا قویه. الان دلم میخواد بگیرم با این دستام خفش کنم. حیف که حالش اینجوریه. مامان جان ناصر آزمایشش چی شد؟ تو نمونه آزمایشش ناخون افتاده بود، قرار شد دوباره چیز کنن بگیرم. حال شما خوبه؟ همکار خوبه هم. خیلی ممنون. ببخشید خانم کریمی، مگه امروز شیفتشون نیست؟ بود؟ یعنی چی بود؟ طوری شده؟ خیر رفتن. چه کلکی این خانم کریمی، همه رو پیچوندن و رفتن. رفتن؟ کجا رفتن؟ ایشون از این بیمارستان رفتن آقا. یعنی دیگه نمیان؟ خیر من میتونم یه تلفن بزنم؟ بله بفرمی. مطمئنی مادر؟ شک چی؟ ای ضربه اگه بخوره چی؟ آهان امیدوارم مادر همیشه خوش خبر باشی. کاری نداری؟ باش. آقای افشاری آشی برات بپزم یک وجب روغن داشته باشه، نقره داغت میکنم. زمین منو می‌فروشی، پولش هم خرج می‌کنی، دیگه تو میگی تو بلا تو قدم کردی، تو بده میذاری به مشتری. وای ناصر، تو شده به ناصر، به دادم برسید، خون چشاشو گرفت.